یکی از موارد استفاده پزشکی ماریجوانا در درمان سر است. یکی از جراحان عمومی معتقد است باید درباره ماریجوانا مانند سایر داروهای مسکن مطالعه شود. با توجه به روند روبرشت شواهد، FDA سازمان غذا و داروی ایالات متحده در حال انجام تحقیقاتی در این باره است. محققان دانشگاه ایالت کلرادو نیز در حال بررسی فواید یکی از مشتقات ماریجوانا برای بیماری سر و آرتروز در سگ‌ها هستند. جزئیات بیشتر در گزارش فیس لاپیدوس خبرنگار صدای آمریکا. سگ‌ها هم مانند انسان از بیماری سر رنج می‌برند. کریگ ادم شب وحشتناکی که باستر سگش خش کرد را به یاد می‌آورد. اولین تشنج باستر با داد زدن شروع نشد، اما دهنش به شدت می‌لرزید. سگ ادم تحت درمان سر با ماریجوانا قرار گرفت و او شاهد نتیجه سریع آن بود. 45 دقیقه بعد از دارو به باستر، من تأثیرش رو دیدم. اون سگ دیگه ای شده بود. باستر یکی از 40 سگی است که از طرف دانشگاه کلرادو مورد مطالعه CBD از مشتقات ماریجوانا قرار گرفته. محققان ابتدا مغز سگ‌ها را به لحاظ وجود نقص بررسی می‌کنند تا مطمئن شوند که هیچ کدام از این تشنج‌ها به دلیل نقایص مغزی ایجاد نشده. صاحب سگ نیز باید فعالیت‌های سگ را از نظر تشنج کاملا زیر نظر بگیرد. برای تست آرتروز نیز محققان مقدار فشاری که سگ بر پنجه‌اش وارد می‌کند را از طریق راه رفتن روی ریل مخصوصی اندازه‌گیری می‌کنند. وقتی سگا روی پنجه‌شون کمتر فشار بذارن یعنی درد دارن. طی مطالعات 12 هفته‌ای به هر کدام از سگ‌ها به مدت 6 هفته روغن CBD و 6 هفته نیز شبه دارو داده شد. دانشمندان مقدار مصرف دارو، کاربرد روغن، عوارض جانبی و تأثیر دارو بر عوارض جانبی را دسته‌بندی می‌کنند. به طور کلی هدف نهایی و درازمدت ما انتقال این تحقیقات برای داروهای انسانی است. پیش‌بینی می‌شود که نتیجه تحقیقات سال آینده مشخص شود.